بهترین درودها خدمت شما بینندگان گرامی. حزب مشروطه ایران در رابطه با درگذشت بانوی آموزش و پرورش و فرهنگ ایران، بانویی که از بنیانگذاران آموزش کودکان بود و مؤسس مدرسه فرهاد، اعلامیه‌ای بدین مضمون صادر کرده است. اعلامیه‌ای به مناسبت درگذشت بانو توران میرهادی. با یکدیگر اعلامیه حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات، درگذشت بانو توران میرهادی. با کمال تأسف از درگذشت یکی از فرهیخته ترین و خدمتگزارترین بانوان ایران زمین، بانو توران میرهادی، با خبر شدیم. بانو توران میرهادی که او را به درستی مادر ادبیات کودکان و نوجوانان نامیده اند، از آن دست بانوان فرهیخته ای بود که با عشقی وصف ناپذیر در تمام طول عمر پربارش برای تعالی و پیشرفت امر آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان به روش‌های مدرن تلاش کرد و بیش از 60 سال در این زمینه فعالیت نمود. ارزش فعالیت‌های این بانوی فرهیخته و خدمتگزار را امروز بیش از هر روز دیگری میتوان لمس کرد. امروز که خبرهای ناگواری از وضعیت اسفبار آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان در مدارس ایران به گوش میرسد، امروز که روش‌های تعلیم و تربیتی واپسگرا و قرون وسطایی نظام جمهوری اسلامی، چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی، با هیچ استاندارد مدرن جهانی همخوانی ندارد. حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم، جامعه فرهنگی ایران و همچنین شاگردان و دوستداران بیشمار ایشان، نام و یاد این بانوی فرهیخته را گرامی داشته و یقین دارد که بسیاری از شاگردان ایشان راه وی را دنبال خواهند کرد و به سهم خیش منشأ خدمات ارزنده‌ای به کودکان و نوجوانان ایران خواهند شد. از شاگردان چنان آموزگاری جز این نیز انتظاری نمیتوان داشت. روان بانو توران میرهادی شاد، یادش گرامی و چون او عاشقان کودکان و نوجوانان ایران زمین بسیار باد. پاینده ایران، زنده باد ملت ایران.
درودی مجدد خدمت شما بینندگان گرامی، شما که به تماشای برنامه راه آینده، برنامه حزب مشروطه ایران از طریق شبکه سراسری کانال یک در لس آنجلس نشسته اید. درودی داریم به همه همبندان حزب مشروطه ایران، درودی داریم به همه مبارزان سیاسی راه آزادی ایران و همه شمایی که در راه سربلندی ایران قدم برمی‌دارید. درودی داریم به همه زنان، بانوان و دوشیزگانی که اینگونه مبارزه آزادی خواهی را ادامه می‌دهند. در برنامه امروز در این بخش با آقای مهندس شاهین نژاد، سخنگوی رنسانس ایرانی، به گفتگو می‌نشینیم و راجع به مسئله هزاران هزار ایرانی که بر مزار کوروش و پسارگاد رفتند و فریاد ایران و ایرانی خواهی را سر دادند صحبت خواهیم کرد. جناب شاهین نژاد، درود بر شما. قربانی، درود بر شما جناب فراهانی ارجمند و درود بر همیهنان گرامی که بیننده برنامه راه آینده هستن. خوشحالم که بعد از حماسه هفته آبان در پاسارگاد فرصتی دست داد که در خدمت شما و هموطنان ارجمند باشم. جناب نژاد، آنچه که داره اتفاق میفته مسئله بسیار بسیار جالب، از طرفی بحرنج و از طرفی بسیار بسیار غافلگیر کننده است. اونچه که در ایران اتفاق داره میفته در منطقه آسیا درست شبیه اون چیزیه که در انگلستان در اروپا اتفاق افتاد، جدا شدن انگلستان از اتحادیه اروپا، و آنچه که در امریکا اتفاق افتاد انتخاب آقای ترامپ توسط شهروندان امریکایی. آیا جهان داره به طرف یک ناسیونالیزم ملیتی یا ملیگرایی پیش میره؟ خیلی نکته جالبی رو آقای فرهانی روش انگوش گذاشتید. این موجی که ایجاد شده موجیست که فقط محدود به کشور ما نیست، یک موجیست که در سراسر جهان، به ویژه در جهان صنعتی هم به چشم میخوره و جلوه هاشو همچنان که اشاره کردید، بیرون رفتن بریتانیا از اتحادیه اروپا، برنده شدن آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا و همزمان با اون رویداد بزرگ بیمانند گرد آمدن جمعیت بسیار بسیار بالایی از همیهنانمون در پاسارگاد در وسط بیابون بدون پشتیبانی هیچ ارگان دولتی یا دولت خارجی و بدون داشتن هیچ امکاناتی، اینها همش نشانگر این است که پس از چند دهه یک تازی جریانات گلوبالیست یا جهانی شدن و با توجه به اینکه امکانات بسیار زیادی رو هم به کار گرفتن تو این سالها، رسانه‌های بزرگ و پر بیننده و پر شنونده رو در اختیار داشتن، تعداد زیادی تارنماهای بسیار پربیننده رو در جهان در اختیار داشتن، به خاطر اینکه نهادهای پولی در اختیارشون بود موفق شدن روی انتخابات اثر بگذارن و خیلی خیلی از موارد نامزدهای مورد نظر خودشون رو به مردم در حقیقت غالب کنن با هزینه‌ای که برای تبلیغات صرف آورد این سالها دادن. و تقریبا در جهان غرب میشه گفت تقریبا همه دولت مردان وابسته به این محافل گلوبالیستی بودند. محافل گلوبالیستی دنبال چه بودند؟ دنبال این بودند که به مرور نیشن استیت ها رو از اصل خودشون توهی کنند، دولت های ملی رو بسیار ناتوان کنند و با حقیقت به کار گرفتن جریان آزاد سرمایه و جریان آزاد تکنولوژی و جریان آزاد کالا در جهان، دولت اصلی رو، دولت نامرئی ولی دولت اصلی رو تبدیل کنن به کسانی که در حقیقت صاحبان بنیادهای مالی هستن، سهامداران عمده بانک ها هستن و چرخه اقتصادی رو در جهان میگردونن. به عبارت دیگر با اهرم پول موفق شدن صاحبان اقتصاد دولت مردان رو در اختیار بگیرن یا در انتخاب و گزینششون سهیم باشن. خب اینها شعارهای خوبی هم میدادن، برخی از مسائلی هم که عوام میشد بد نبود، مثلا جریان آزاد اطلاعات و دیتا و تکنولوژی خیلی چیز خوبی است در جهان، هیچ کسی باش مخالفتی نداره. اما برنامه‌های پنهانی اینها این بود که بنیان خانواده رو بزنن، برنامه پنهانی اینها این بود که
مرزهای هویتی و فرهنگ‌های ملی رو به شدت کمرنگ و بیرنگ کنن. برنامه اینا این بود که با دست زدن به جنگ‌های منطقه‌ای و خانمانسوز باعث مهاجرت‌های بسیار بسیار گسترده کشورهای مسلمان یا کشورهای شرق آسیا به اروپا و به غرب بشن و این اختلاط و درهم آمیختگی ببیجه وقتی که بدون هیچ پرنسپ و بدون هیچ اصول و برنامه مدونی باشه در کوتاه مدت باعث از میان رفتن هر آنچه که ما بهش هویت فرهنگی بگیم میشده و طبیعی است که شما وقتی هویت ملیتون خدشه‌دار میشه به مرور به جای وفاداری به پرچم کشور، به دولت ملی، به بنیاد کشورتون، به بنیادهای هویت ملیتون میشوید سرسپرده و یا در حقیقت خدمتکار بدون اراده شرکت‌های چند ملیتی، تراست‌های بزرگ، کورپوریشن‌های بزرگ و سوی وفاداری از سوی کشور و ملت متوجه جریانات مالی و کسانی میشد که اقتصاد جهان رو در دست داشتن. این برنامه‌ای بود که اینا تو این چند دهه اجرا کردن و تقریبا در همه جا قدرت رو داشتن و طبیعتا تبلیغات سنگین هم داشتن. هالیوود در اختیارشون بود، مقدار زیادی از هنرمندان در اختیارشون بود، موفق شدن نیروهای محافظه‌کار، نیروهای ملی‌گرا رو تضعیف کنن، بهشون مارک چسبوندن، هر حرکت ملی‌گرایی رو در جهان بهش مارک شوینیسم و از کنم خدمت و فاشیسم و اینا چسبوندن و یک کتاز بودن. و شما میبینید توی این سالها تو تمام انتخابات هر آن کسی که خواستند از تو صندوق بیرون آوردن. حالا برای نخستین بار واکنش هایی که انجام میشه در جهان نشان از این داره که مردم یا بخش بزرگی از مردم کلن اعتمادشون رو به رسانه هایی که در اختیار اینا هست از میان از دست دادند، بازی ها رو تا حد زیادی خوندن و کلافه شدن و به سطوح آمدن و برای تغییر وضعیتشون رفتن سراغ کسانی که دغدغه میهن رو دارن، دغدغه منافع ملی رو دارن و کیان کشور برایشون شعار اوله. به جای دادن شعارهای فریبنده از کنم خدمت اون جهان وطنی که بعضی وقتا ممکنه زیبا جلوه کنه ولی در عمل مشخص کیا به دنبال اون فرمولا هستن. در حال در ایران هم این جریان نه تنها به صورت پررنگ حضور پیدا کرد مثل بقیه جاهای جهان، در ایران نیروی این دوچندانه به دلیل مشخصی ملیگرایی یا ناسیونالیسم نوین در ایران برای این با نیروی بسیار بالایی برآمده و در حقیقت در صحنه خودشون نشون میده. برای اینکه ما افسون بر مشکلاتی که بقیه جهان داشتند و دارند که اون رو وادار به واکنش کرده، ما یه گرفتاری 1400 ساله هم داریم و این گرفتاری 1400 ساله ما تو این 38 سال گذشته وارد یک فاز جدیدی شده و بخشی از ملت به این نتیجه رسیدند که برای برون رفت از این بن‌بست 38 ساله باید یه مقداری بزرگتر و فراتر به مسئله ایران نگاه کنند و برن به دنبال یک شاهرایی که ما اسمشو شاهرای حالا ایرانگرایی یا ایران شهری مینامیم. یعنی اگر ما 100 سال کوشیدیم که غربی بشیم، که مدرنیته غرب رو به ایران بیاریم و حتی اگه شده به نوعی تحمیل کنیم به مردم و شوربختانه پس سر شد و گاهی هم به بیراهه افتادیم و به دنبال صدر اسلام و از کنم خدمتون آشورا و اون فلسفه مسائل رفتیم که برای ما بزرگترین دستاوردش همین انقلاب اسلامی شکوهمند بوده، آیا ما مجبوریم بین این دو راه مرتب گرفتار بمونیم و هر چند سال پشیمان بشیم و به راه قبلی برگردیم، یا راه سومی است به نام راه ایرانگرایی، برکشیدن هویت ملی، آموختن از نیاکانمون و کوشیدن برای آزمودن اون فرازهایی که ایرانیان در هزارهای کهن تجربه کردن. من فکر میکنم الان بخش بزرگی از مردم ما داره به این در حقیقت اجماع، به این هماندیشی و همدلی ملی میرسه که نه تنها برای بیرون آمدن از فقر اقتصادی و شکستگی فرهنگی، معضلات اجتماعی و استبداد سیاسی باید یک بار برای همیشه دوباره از نو ایرانی بشیم در تمام
زوایای اندیشه و منش و اخلاقمون، بلکه توی این وانفسایی که هر جایی الان برای کشور ما یک سازی رو داره می نوازه، ساز خیلی بد آهنگی هم هست، ساز تفرقه هست، ساز خدشدار کردن وحدت ملی است، ساز ملیت سازی و ملت سازی است و ساز فدرالیسم و ساز از کام خدمتون جدایی خواهی است. این مردم ما خوشبختانه با حضورشون در پاسارگاد نشان دادن، چه اونایی که از آذربایجان و کردستان اومدن، چه اونایی که از خوزستان و خراسان و گیلان اومدن، که میخواهند به ریسمان ایران چنگ بیاندازن، هم برای یک رستاخیز فرهنگی در جهت ایرانی شدن، هم برای نگه داشتن کشور تو این شرایط بسیار خطرناک منطقه، و برای حفظ این سرزمینی که همین الان هم خیلی از جایی که باید باشه کوچکتره و تبدیل به این گربه نازنین و دوست داشتنی ما شده. بنابراین من خودآگاهی ملی ایرانیان رو در رخداد هفت آبان پاسارگاد بسیار بسیار دخیل میدونم، و این گرچه خارج از موج ملی گرایی در جهان نیست، اما افسون بر اون با خودش یک تجربه 1400 ساله هم پشت سر داره که باعث میشه نیرومندتر، توانمندتر و امیدوارم این بار هوشیارتر هم عمل کنه. اگر که آقای فرهانی یک دو سه دقیقه فرصت باشه، بخواهم به موج ملی گرایی به اروپا هم اشاره کنم. بفرمایید، خواهش میکنم. مسئله رفراندوم یا همه پرسی که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا انجامید و انتخابات امریکا که با برند شدن نامزدی که شعارهای ملی میداد در برابر نامزدی که شعارهای گلوبالیستی میداد به پایان رسید، ما در چند ماه آینده در کشور اروپایی انتخابات مهمی داریم. دست کم در 4 کشور بخت این هست که نیروهای ملی‌گرا پس از چند دهه، توجه کنید نمیگم حتی پس از چند سال، پس از چند دهه به قدرت برسن. یه همچه چیزی 5-6 سال پیش یک جوک بود در اروپا. الان در اتریش یک رقابت پایاپای بین حزب ملی‌گراست و تقریبا بقیه احزاب که با هم ائتلاف میکنند 50% میشن و میتوانند شاید جلوی حزب ملی‌گرا، حزب ناسیونالیست‌ها رو بگیره در اتریش، شاید هم نتونه. در حال یک رقابت جانانه است که دیدنی است. در هلند به نظر میاد که جنبش ملی‌گرایی داره دست بالا رو پیدا میکنه. شعارهایی هم که عنوان شده شعارهایی است که ترامپ داد. شعارشون این است که ما هلند رو به هلندیا برمیگردونیم و دوباره هلند بزرگ و هلند کبیر رو میآفرینیم. منظور بزرگی از نظر برحال شاخصهای اقتصادی و سیاسی است. بله. خب این شعارهایی است که به نوعی آقای ترامپ هم داد و موفق شد. در ایتالیا این جنبش 5 ستاره که جنبش ملی گرایان هست یک رشد بسیار فزاینده رو داشته. تو انتخابات شهرداری ها که خیلی در ایتالیا مهمه، روم رو بردن، میلان رو بردن، شهر بزرگ دست ملی گراها افتاده و در انتخابات آینده احتمال زیاد داره که بتونن ببرن و نخست وزیر رو هم جنبش 5 ستاره به اصطلاح معرفی کنه. در کنار ایتالیا و اتریش و از کام خدمتون هلند و اینا، فرانسه بله تقریبا چپترین کشور اروپا تو تمام این دهه‌های گذشته، خانم مای لوپن دختر لوپن بزرگ، بله، پس از اینکه پیام شادباشی به ترامپ داد، بعد یک در حقیقت نامه بسیار جالبی نوشت، تحقیر کرد رسانه‌های فرانسه رو و جریانات روشنفکر چپ فرانسه رو که شما به ملت خودتون پشت کردید و این مدت حتی در کنار کانون‌های بدنامی در امریکا قرار گرفتید برای اینکه جلوی رشد ملی‌گرایی در فرانسه بگیرید. در حال در مجموع به نظر میرسه مجارستان که نخستین کشور اروپایی بوده که ملی‌گرایان درش به قدرت رسیده و نخست وزیر مجارستان به طور خیلی روشن از آقای ترامپ هم پشتیبانی میکرد، حالا به دنبال اون این احزاب ملی‌گرا در اروپا در ظرف 3-4 ماه آینده که انتخابات احتمال برنده شدنشون هست
و من فکر میکنم جلوی جریان جهانی شدن یا گلوبالیستی بسیار نیرومند و پرتوان تا امروز به نظر میاد جزایر دیانت ناسیونالیستی در حال رشد و این جزایر اگه به هم متصل بشن میتوانن به گونه دیگر شرایط جهان رو رقم بزنن. صد در صد من فکر میکنم که اگر شما با این نظر موافقین که اخذ جهان به سوی یک استثمار کوپریشنی داشت پیش میرفت و این حرکتی بود که کوپریشن ها تمام جهان رو به صورت گلوبالیزیشن داشتن در یک استثمار بدون ملیتی و بدون هویت می بردن و همه تبدیل داشتن می شدن به یک کارگران شرکت های بزرگ و این تغییر کرد. اون چی که اتفاق افتاده نهضت آقای ترامپ می تونه در مقابل این ایستادگی بکنه. خیلی مطلب مهم است آقای فرهانی. ببینید دقیقا شما هنگامی که عنوان میشه از سال 2000 تا 2015 1,100,000 شغل از امریکا به چین رفته. بله. خب کسی که اینجا کارشو از دست داده یا مکس میکنه میگه که آیا من مگه تعیین میکردم به عنوان رئیس جمهور تو این کشور، اوباما، بیل کلینتون، جورج بوش، کسایی که آمدن و رفتن، آیا من این رو تعیین کردم که زندگی من رو داغون کنن، من از هستی ساقط کنن، طبقه متوسط رو تو این کشور از میان ببرن به چه قیمتی؟ به قیمت این که سرمایه گذار امریکایی صنعتش رو برداره از امریکا ببره مثلا چین یا به مالزی یا به سنگاپور یا مثلا به جای دیگر و اونجا چون کارگر ارزون‌تره بتونه همون کالا رو ارزون‌تر تعیین کنه، پول بیشتری تو جیبش بره، ولی شهرهای صنعتی امریکا تبدیل بشه به شهرهای مخروبه. پیتسبورگ، بله، فیلادلفیا، دیترویت، اینا شهرهایی که امروز که شما میری پر هوملسه. اینها 70 سال پیش، 50 سال پیش، 100 سال پیش مرکز صنایع فولاد و اتومبیل سازی و از کنم خیلی صنایع سنگین جهان بود. خب اینها به نوعی همون خیانت به کشور ما، تو خیانتی است که با جاسوسی همراه نیست بلکه با سیاست گذاری های همراست که شما موظفی چون انتخاب شدنت به خاطر پول سردمداران اقتصادی بوده الان هم قوانین رو در جهت منافع اونا بگذارنی و اجازه بدی کالا بیاد، سرمایه بره و کشور به خاک سیاه بشینه. دقیقا این کورپوریشن ها همین کار کردن، برای همین هم از اختلاف طبقاتی در کشور صنعتی سر به فلک میزنه، برای همین هست که 47 میلیون امریکایی رفتن روی فود استمپ در حال کوپن غذایی دریافت میکنن. خود رفتن 1,100,000 شغل فقط تو این 15 سال به چین یعنی کمر اقتصاد رو داره میکشه کنده و این برنامه هم آقای فرهانی برنامه است که نخفی نیست، یعنی مدون نوشتن. بله. 1991 راکفلر بزرگ پدر رفته سخنرانی کرده، صحبت کرده در کانفرنس فارن ریلیشنز شورای خارجه، اونجا به رسانه ها گفته، صاحبان رسانه های گردنکلوف اونجا بودن، گفته شما تا الان کارتون خوب انجام دادین ولی از الان به بعد باید در جهت ایجاد دولت نامرئی صاحبان بانک ها و بنیاد های مالی در خدمت باشیم، زمان نیشن استیت ها گذشته و ما باید در هم بکوبیم. این صحبت ضبط شده و ثبت شده و دوستان میتونن در موتور جستجوگر گوگل برن ببینن و صحبت راکفلر رو در 1991 بخونن. راکفلر همینجوری یه آدم تحلیلی نیست بری حرفی بزنه، ایشون جزء معدود آدمایی‌ست که برنامه‌های جهانی رو تنظیم میکنه و سمت و سو میده. شما وقتی میبینید که آقای برژینسکی میاد طرح میده که استیت ها، نیشن استیت ها باید تبدیل به مینی استیت بشن و بعد شرایط جنگی برقرار بشه بین اینا، شرایط جنگی نه جنگ و نه صلح به اصطلاح، دقیقا شرایطی شما امروز در سوریه میبینید، در لیبی میبینید، در عراق میبینید. بله. نه جریان یه طرفه میکنن که تکلیف ملت بدبخت روشن بشه، یعنی اسد بندازن یا که دست از سر اسد بردارن یا از خودتون دست از سر قذافی بردارن و یا بندازنش تکلیف روشن کنن و کاری کردن که در لیبی بعد از کشتن قذافی وضعیت اینه، در سوریه اونه، در عراق اونه، در افغانستان روز به روز بدتر شده. دقیقاً نظریه برژینسکی است، نشن استیت‌ها از میان میرن و مینی استیت ها، مینی استیت یعنی که شما بیاید پر از همین جریانات ملت سازی دیگه، مملکت قیاس آباد، مملکت قاسم آباد و از کنم خدمتتون همین شعارهایی که الان جریانات فدرالیست و جریانات جدایی خواه میدن، اینها
داکترینش برژینسکی بوده و برژینسکی بزرگترین تئوریسین و خط دهنده شورای رابطه خارجی و ترایلترال کامیشنه. اینو من از همیاران خواهش میکنم یه مقداری مسائل سیاسی رو از این دریچه نگاه کنن، یه مقدار از زاویه دیگری به مسائل بهترن. امروز جنگ امریکا و روسیه نیست، جنگ اروپا و از که خدمتتون روسیه یا اروپا و امریکا نیست، رقابت ها اینگونه نیست. رقابت ها بین کسانی است که میخوان در چرخنده اقتصاد همه ما رو در حقیقت لک کنند. به عنوان انسان، به عنوان انسانی که یک هویت فردی داره، یک هویت ملی داره، یه وابستگی هایی داره و از ما واقعا قالب سازی بکنن، ما رو تبدیل کنن به موجودات بی اراده ای که صبح بریم به کورپوریشن ما خدمت کنیم برگردیم و بعد با هر سازی که میزنن بخسیم. شوخی نیست آقای فرانی، شما وقتی میبینی آقای جورج سوروس، یکی از ثروتمندترین مردان جهان در امریکا، داره بودجه زیادی هزینه میکنه که به ایالت ها تحمیل کنه این قانون مختلط شدن توالت ها و رخکن ها رو، خب انسان حیرت میکنه که آقا چرا باید یه میلیاردر زندگیشو بل کنه دنبال این باشه که آقا در 50 ایالت امریکا دستشویی ها برای مردان زنان مختلط بشه یا رخکن ها مختلط بشه. آخه چه چیزی به انسان میرسه برای انجام این کاری مگر این که غیر از همینه که میخوان ما رو از اون وجود و منش و شخصیتمون خالی کنن، ما رو تبدیل کنن به یه سری موجودات بی شخصیت. آخه چه دلیلی داره که زن و مرد در یه جامعه باید با هم برن توی دستشویی؟ یعنی مسائل رو ما نمیبینیم، یعنی رخکن منظورتونه برن توی رخکن؟ بله و رخکن هم اینطور، هم دستشویی هم رخکن. یعنی دستشویی ها در ادارات، در مدارس، رخکن ها در سالن های ورزشی و در جای دیگه. یا این جریان موجی که راه افتاده برای قانونی کردن ماریجوانا، آخه چرا باید یه عده این همه هزینه بکنن که ماریجوانا در 50 ایالت امریکا قانونی بشه؟ آخه تو مملکتی که ما میبینیم به خاطر مشروب خوردن و رانندگی چه فجایعی ایجاد میشه که تازه الکل اثرش و خطرش خیلی کمتر از مواد مخدره، بله. چرا با یه ماده توهمزایی مثل ماریجوانا آزاد بشه؟ مگر اینکه بنا بر تخریب و ویران کردن بنیادهایی است که این بنیادها از خانواده آغاز میشه، تبدیل به برزن و شهر میشه و تبدیل به یک از کنم خدمتون ساختار ملی میشه. من فکر کنم همه اینا بسیار حساب شده است و خیلی خوشحالم آقای فرهانی که اتفاقی که تو این چند ماه افتاده نشون میده که بخشی از جوامع به خودشون آمدن و دارن واکنش نشون میدن و میخوان جلوی این هیولای بسیار بسیار نیرومند رو بگیرن. خب آیه مهندس، داستان رو اگر برگردونیم روی پاسارگارد، شما و رنسانس ایرانی پتیشنی رو درست کردید، روی سایت ها گذاشتین، از ایرانی ها تقاضا کردیم، از یونسکو تقاضا کردیم، کرد. اگر در این مورد ها خبری تازه‌ای شده به ما بدین خیلی خیلی متشکر میشم. سپاسگزارم. از خدمتتون نامه که بسا پیشنویسش تهیه شده بود با نظر 18 تا سازمان و انجمن قطعی شد، نهایی شد و با حدود 134-5 تا امضای نخستین بیرون آمد از شخصیت های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی. سپس یکی از دوستان آقای مهندس وکیلی این رو پتیشن کرد و بعد در جای مختلف هم اعلام شد و اگر که ممکنه میتوانید در حال اتاق فرمان داره نشانش میده، بله، همینا میتونن برن به تارنمای change.org و در تارنمای change.org change.org بزنن هفته آبان، یا اینکه همجوری رو گوگل بزنن که پتیشن هفته آبان، این پتیشن میاد، میتوانن امضا بکنن و طریق الکترونیکی پشتیبانی خودشون رو از دیگران اعلام کنن. یه چند صد نفرم بعد از اینکه این نامه منتشر شد افسوده شدن و اومدن و از هممیهنان خودشون که دلاورانه و بدون پشتیبانی و بدون هیچ چش داشتی رفتن و اونجا واقعا شعارهای ماندگار دادن که ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم، ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست و از این قبیل شعارها، اینها دست کم مینیموم کاریست که همیهنان ما در برون مرز و یا حتی درون مرز میتوانن انجام بدن با
امضای الکترونیکی این تومار پشتیبانی کنن و هموطنان بدونن که در این جنبش بزرگ تنها نیستن و تشویق بشن و پشتگرم بشن به حضور بیشتر و بیشتر برای حرکت‌های بعدی که به هر حال در تخت جمشید، در آرامگاه فردوسی، در طوس، در قلعه بابک و در اینجا و آنجای ایران بزرگ خواهد بود. منم به صحبت‌های مهندس شاهین نژاد اضافه می‌کنم که این امضاهایی که شما میذارید لازم است برای پتیشنی و یا نامه‌ای که تقاضایی که از یونسکو برای ثبت روز 7 آبان به عنوان روز کوروش بزرگ است. هر چه بیشتر امضا کنید این شانس ما رو بیشتر کردین. جناب نژاد، از شما بسیار بسیار متشکرم و به امید که در برنامه‌های آتی گفتگوهامون رو بیشتر پی بگیریم. از شما سپاسگزارم. بهتون متشکرم. میریم و باز میگردیم. Human beings are members of a whole, in creation of one essence and soul. If one member is afflicted with pain, other members uneasy will remain. If you have no sympathy for human pain, name of human you cannot retain. سرزمینم خاک افسونگر دل خاورمیانه، خاک تو تاریخ تو مردان کویت جاودانه. من زن ایرانیم، ایرانی از جنس تن تو، هم غیورم هم صبورم، طفلی از آبستن تو. من زن ایرانیم، هم سایه و هم نسل شیری، خواهر تهمینه و هم قصه پوران و پروین. من زن ایرانیم، اهل تمدن، زاده پاس، مثل دریا of Iran. We are all Nedas of Iran. We pray to Iran. We give our lives for Iran. We give our lives for Iran. در این شهر نفسگیر، این شهر پا به زنجیر، از جور این جور و بیدار با سینه سینه فریاد
بله بینندگان گرامی، در ادامه برنامه به مناسبت هفته آبان روزنامه های امریکایی به گزارش هایی در مورد هفته آبان رو پخش کردن. آقای رضا رازی با روزنامه برت بارت با خبرنگار این روزنامه به گفتگو نشست و این روزنامه خانم عدل نظریان خبرنگار این روزنامه تقاضا کرده بود که نظریه حزب رو بدونه. ما آقای آرش رازی رو روی خط داریم و با آقای آرش رازی در این مورد به گفتگو میشیم. آقای آرش رازی، درود بر شما. درود بر شما جان فرانی عزیز و خسته نباشید. حضرت عالی میگم به خاطر این زحمات چندین و چند ساله حضرت عالی، به خاطر این برنامه مستمر حزب مشروط ایران در خدمتتون هستم. جناب رازی، چجوری شد که خبرنگار با خانم نظریان به سراغ ایشون؟ البته خانم نظریان فارسی رو بسیار بسیار مشکل حرف میزنند و اصلا هم بلد نیستن بنویسن، تقریبا هرچند که اسمشون نظریانه ولی یه فرد امریکایی هستن، اینجا هم دنیا آمدن. چگونه شد که نظریه شما رو خواستن در این مورد که شما چی فکر میکنین راجبه هفته آبان؟ خانم عدل نظریان محبت کرده بودن کنگره آخر حزب مشروط ایران لیبرال دموکرات رو در شهر لس آنجلس تشریف آورده بودن و برای تهیه خبر که گزارشی از این خبر به اینترنشنال در همه جا پخش بکنن و در اونجا با ایشون آشنا شدیم و ایشون ابراز تمایل کردن که با ما بیشتر ارتباط داشته باشن و برای همین بعد از این اتفاق بسیار بزرگ با ما تماس گرفتن و نظریه و دیدگاه حزب از ما پرسیدن و با ما صحبت کردن. خب این نظریه حزب که شما به ایشون دادین، آیا در ایران هم با یاران ما یا دوستانی که اونجا بودن هم ارتباطی داشتن یا نظریه خواستن؟ بله جناب فرانی عزیز، همونش اطلاع دارید، هموندان ما در داخل ایران که با تشکل‌های سیاسی و گروه‌های دیگر در این روز بزرگ هفته آبان همکاری داشتن و این مراسم بسیار با شکوه رو برگزار کردن که یک خبر جهانی شد در گوش و کنار جهان. همینطور که خانم عدل نظریان ما تماس گرفتن، ما با یه سری دوستان در داخل بهشون اطلاعاتی دادیم و برای همین اون اطلاعات باعثبانی همین شد که ایشون یک خبر بسیار مفصل در خبرگزاریشون درباره هفته آبان بنویسن و اعلام بکنن که دوستان هم در با تشکل‌های سیاسی مختلف در این قضیه بزرگ همکاری داشتن. خب البته من بهتره به اطلاع بینندگان برسونم که خانم نظریان در جریان کمپین آقای ترامپ با آقای پنس دائما با اون در اون هواپیما بودن و جزو خبرنگارانی بودن که گزارش های رو منتقل میکردن. شما هنوز آقای آرش رازی با خانم نظریان در ارتباط هستین یا اینکه فقط یک خبری دادین و تموم شد؟ نه خیر، ما بسیار ارتباط تنگاتنگ داریم با خانم نظریان و بسیار ارتباطاتمون نزدیکه و حتما بیشتر و بیشتر از طریق ایشون خبرنگار جوانی که بسیار اسمشون در امریکا و اینترنشنال بیشتر خواهیم شنید، دربارشون بیشتر از ایشون خواهیم شنید و همکاری حزب هم باشون هست. آقای آرش نظریان، شما هم شدین آقای آرش نظریان. آقای آرش رازی، از شما بسیار بسیار متشکرم و همچنین تشکری داریم از خانم عدل نظریان. خواهش میکنم که تشکر ما را هم به ایشون ابلاغ کنیم. با تشکر از شما سپاسگزارم. جناب فرمی مرتضی، وقتی در تعیین برنامه گذاشتید همان گونه که مطلع هستید، آقای ترامپ سعی کرد که اعضایی از کابینش رو انتخاب کنه. سناتور جف سیژن که به عنوان دادستان کل انتخاب شد، جان بولتن احتمالاً جزو کادر خواهد بود. از طرف دیگه صحبت از آقای مایک پومپیو، رئیس سازمان سیا شد. او افسر بازنشسته، آقای مایک پومپیو افسر باز
بازنشسته ارتش فارغ التحصیل مدرسه حقوق، از اعضای کمیته اطلاعاتی مجلس بوده و از طرف دیگه خود جنرال فلین که به عنوان مشاور آقای ترامپ انتخاب شد. آقای جنرال فلین از افسران ارتشی هست که معتقد است جمهوری اسلامی تا زمانی که وجود دارد این شرایط در خاورمیانه هست و ایشون معتقده که باید در ایران تغییر رژیم به وجود بیاد، زیرا که این شرایط شرایطی نیست که بشه باهاش حل کرد. جمهوری اسلامی یک حکومت دروغگو، یک حکومت فاسد و یک حکومت ضد مردمیه، باید تغییر بکنه. آقای از طرف دیگه آقای میت رامنی به عنوان کاندیدای وزارت امور خارجه آقای دولت آقای ترامپ در نظر گرفته شده و صحبت هایی هست. باید گفت که آقای میت رامنی اگر این پست رو قبول کنه بسیار 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 مهمه. باید بدونیم که آقای میت رامنی غیر از همه به مد و شرایط اقتصادی و پیروزی ها و از نظر یک به عنوان یک اقتصاددان بسیار بزرگ هست، ایشون فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد با 4.4 هست، یعنی ایشون فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد با معدل 100 نه 99 100. و یه چنین اشخاصی در دولت آقای ترامپ میتونن بسیار 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 مفید باشن. آقای رامنی قبل در زمان انتخابات آقای ترامپ با ایشون مخالفت کرد، از همه جزو سران حزب جمهوری خواه هست، از همه یارانش خواست که با آقای ترامپ پشت بکنن، با آقای ترامپ نیایند. اما بعد از اینکه آقای ترامپ برنده شده و از ایشون تقاضا کرد که با ایشون ملاقاتی داشته باشه، شاید بتونن بیشتر به امریکا کمک کنن، به خاطر کشور شون، به خاطر وطنشون، از همه نگاه های شخصی گذشت. با آقای ترامپ در هفته گذشته در روز پنجشنبه ملاقاتی داشت، هم صبح هم بعد از ظهر، و منتظر هستیم که ببینیم نتیجه این ملاقات ها آیا به وزیر امور خارجه شدن ایشون ختم خواهد شد یا نه، هرچند که به ایشون پیشنهاد شده و آقای رامنی رفته راجبش فکر بکنه که ببینه میشه یا نه. رامنی شخصیتی بسیار بسیار مهمه، رامنی شخصیتی بسیار بسیار دانشمنده و میتونه بسیار شرایط امریکا رو در این شرایط بحرانی که در سیاست خارجی به صورت یک بازنده کامل داره به سر میبره برگردونه. از سوی دیگه اقتصاددانان و روزنامه ها و رسانه های امریکایی اعلان قبل از انتخابات اعلام میکردند که اگر آقای ترامپ برنده بشه استاک مارکت به شدت سقوط خواهد کرد، حتی در مواردی سقوط 4000 پوینتی رو میدادن، در مواردی سقوط ارزش دلار رو میدادن، در مواردی میگفتند که این 401k ها و حقوق های بازنشستگی همه از بین میره. ولی با کمال خوشبختی داریم میبینیم که نه تنها این اتفاق نیفتاد، در ظرف این کمتر از دو هفته ای که آقای ترامپ انتخاب شده استاک در امریکا نزدیک 1000 پوینت بالا رفته. در زمانی که آقای ترامپ قبل از اینکه آقای ترامپ انتخاب بشه استاک یا سهام در امریکا 17880 بوده و در آخرین روزی که دیر روز جمعه بسته شده 18868 است، بی نزدیک 1000 پوینت بالا اومده. این هم یکی دیگه از دروغ‌های یا حقبازی‌های دموکرات ها که اینگونه با سر مردم کلاه می‌ذارن. خب در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسه. از اینکه تماشاگر برنامه ما بودید بسیار بسیار متشکرم. به همراه مهندس شاهین نژاد، به همراه آقای آرش رازی، از همه شما ممنونم و با تشکر از آقای رضا مدیر تهیه، از آقای نادر کارگردان فنی و دیگر بچه‌ها که از بامدادان با ما بودند و ما رو یاری کردند، همه شما را به خدای ایران، به خدای عشق، به خدایی که جز عشق نمی‌شناسد می‌سپاریم و به خاطر داشته باشید در راهی که در پیش داریم پیروزی از آن ماست.